وزارت معدن و پترولیم تلاش دارد تا از استخراج غیرقانونی معدن در کشور جلوگیری کند. مقام ها در این وزارت میگن که تمامی قراردادها با شرکت های استخراج کننده معدن را بازبینی میکند. سرپرست این وزارت در سفرش به هرات میگوید که پس از این هیچ نماینده مجلس نمایندگان حق ندارد تا در قراردادها و استخراج معدن در کشور نقش داشته باشد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم که از ولایت هرات روی خط سکای با ما وصل هستند. آقای مطفی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. میشه در نخست روی سفر سرپرست وزارت معدن به ولایت هرات بیشتر جزئیات از شما داشته باشیم که به چه هدف این سفر صورت گرفته به ولایت هرات؟ سلام بر شما بینندگان محترم شما. ولایت هرات هدف اساسی ما کنفرانس معدن بوده که در این کنفرانس روی سه بحث‌های اساسی صحبت شد. اول امو چارچوب حقوقی که در اواخر حکومت افغانستان به خاطر مدیریت سکتور صنایع استخراجی ایجاد کرده. این چارچوب حقوقی به این معنی که ما کدام تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری داخلی فراهم میسازیم مطرح میسازیم، و همچنان در این کانفرانس روی فرصت های سرمایه گذاری هم بحث شد که پروژه هایی که در سکتور صنایع استخراجی افغانستان داره او را به جنوب غرب معلومات دادیم و به باشندگان هرات در این راستا وضاحت بیشتر دادیم. بحث سیومی که مطرح بود پروژه تاپی بود، پیشرفت هایی که در پروژه تاپی داشتیم در بخش حقوقی، تکنیکی و اقتصادی، و خوشبختانه این کنفرانسی بود که روی فرصت های سرمایه گذاری در سکتور صنایع استخراجی بحث شد، و همچنان مواردی که در بخش استخراج غیر قانونی بوده و دستاوردهای کمیته محافظت معدن که در اواخر به خاطر جلو استخراج غیر قانونی و قاچاق بوده امرای شرکا شریک شد. در این کنفرانس جامعه بین المللی، جامعه مدنی و همچنان متخصصین معدن و ادارات سکتوری دخیل بودند که روی مکانیزم مشترک مدیریت سکتور صنایع استخراجی هم بحث ها صورت گرفت. بله آقای مطفی، شما در مورد تلاش در منظور جلوگیری از استخراج غیرقانونی یاد کردین. میشه بگوین که دستاورد شما در این قسمت چی بوده؟ چی کارهایی صورت گرفته؟ در حال حاضر در کدام بخش ها استخراج غیرقانونی صورت میگیره و چقدر شما تانستین جلوگیری بکنین؟ غیرقانونی که دونو مسئله مون بار بار سر بده معنی خبره کرده چې دا په درې کټګوري معنی تقسیم ده، په دې کې مون کاملا مشخصه دریز لرو. لومړی کټګوري چې هغه سیمو کې چې عام خلک په غیر قانوني کیندونو کې داخل دي، د هغې د مخنیوي لپاره مونږ په هغه سیمو کې قانوني قراردادونه ترویجوو. دا په دې معنا چې مونږ هغه سیمې مشخصه کړي چې کوم چیرې مونږ ولسي ستونزه لرو. فرضاً عام خلک دي په غیر قانوني کیندونو کې داخل دي، مونږ هڅه کوو تر څو په هغه سیمو کې چې دوی غیر قانوني کیندنې کېږي، په عموما کیندنې په ساختماني موادو برخه کې کېږي، چې مونږ هغې لپاره میکانیزم داده چې 1 ساحاتو کې په 19 ولایتونو کې مونږ قراردادونه ورکوو تر څو دغه کچه را ټیټه شي. دوهمه کټګوري د قانون مافیا ده، چې لکه څنګه چې مخدره توکي مافیا لري، همدغه شان قانون هم مافیا لري، او د دې مافیا سره د مبارزې لپاره د محافظت کمیټې ډېر اقدامات وکړه. بله مسله چې ډېره اساسي مسله ده، هغه سیاسي مسله ده، هغه د وسلوالو مخالفینو شتون دی په ځینو سیمو کې. وسلوال مخالفین تاسو ته معلومه ده چې هغوی په انسانانو رحم نه کوي، هغوی په منابعو باندې هېڅکله رحم نه کوي. دا د افغانستان ملي ثروت دوی همیشه لپاره تالان کوي، او نورو هېوادونو ته یې قاچاقوي، او همچنان هغه خپلو جګړو تمویل په همدغه معنی کوي. په همدې اساس باندې زموږ مشخصه دریز په دې برخه کې معلوم دی، او موږ په دې مخنیوي برخه کې توانېدلي یو چې په حدود د 1500 نه تر 1600 داسې نقطې چې هلته غیر قانوني کیندنې کېدلې هغې مخه نیول شوې. اما دا بحث ډېر مهم ده چې په دې درې وړو برخو کې موږ مهاله هغه کومه ستراتیژي چې د صنایع استخراجي سکتور برخه کې ده هغه تطبیق شي، تر څو موږ وکولای شو په مجموعي توګه قانوني قراردادونه ترویج کړو، او د قانوني قراردادونو ترویجېدو سره موږ وکولای شو هغه غیر قانوني کیندنې کمې کړو، او هغه برخو کې چې موږ مشکلات جدي وینو هغه د کمیټې له لارې موږ حل کړو. فرضاً په بدخشان کې زموږ یو تر ټولو مهمه ستونزه د لاجوردو ستونزه ده، د غیر قانوني کیندنو. همدغه شان په نورو ځینو شمالي ولایتونو کې زموږ قیمتي ډبرې او نیمه قیمتي ډبرې غیر قانوني کیندنې کېږي او قاچاق حتی کېږي. همداشان که گفته میشه در بیشتر موارد خود وزارت معدن سبب شده که استخراج غیر قانونی صورت بگیره، چون
شما پیش از هم شاهد بودین قراردادهایی که در بخش سنگ مرمر است با شرکت هایی که اینا میخواستن این قرارداد را به دست بیارن برشان داده نمیشه، در حال حاضر که شما یک چند پروژه را به اعلان گذاشتین، اما این خودش زمین از خاص بوده بر استخراج غیرقانونی در افغانستان. بدون شک که نبود قرارداد یک بخشی از استخراج غیرقانونی عموما و در بخش مواد ساختمانی بوده، اما این مسئله فعلا حل است. وزارت معدن و پترولیم پروژه های مواد ساختمانی را اعلان کرده، پروژه های بزرگ که بخش منرال های صنعتی مثلا تالک، مرمر، کرومایت اعلان کرده. ما در پروژه های کوچک در حدود 24 پروژه اعلان کردیم که این خودش تعهد حکومت افغانستان در خصوص زمینه فراهمواری استخراج قانونی مساعد میسازه و برای مردم که در این بخش کار میکنند زمینه استخراج قانونی را مساعد میسازه. اما در دیر مهم مسئله داده چی مونگ پاگ سیمو که چی غیر قانونی کندنی لرو اغل تا مثلا اکثر سیم اغا سیاسی و مافیایی ستونزو سر مقتی فرزن پا کمو سیمو که چی ولسی خلق دی ولتا غیر قانونی کندنی کی گی اغی دی مخنیوی لپار اغا میکانیزم چی داده قانونی قرار دادون بورکول کی گی. اما مسئله داده چی اغا سیمو که چی وسلوال مخالفین دی و پاگ سیمو که چی یو تعداد افراد دی چی اغوی په یو نومه بل نوم د غیرقانوني کیندنو لپاره زمینې برابري، دې برخه کې مونږ جدي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. په هغه سیمو کې مونږ بررسیانې شروع کړي، څلور پنځه ولایتونه زموږ بررسیانې تکمیل شوي دي، د ډېر کافي معلوماتونه مونږ امنیت شورا ته سپارلي دي تر څو په دې برخه کې بعدي اقدامات وشي. په کومو سیمو کې چې د غیرقانوني کیندنو جدي مسلې ولرو د محافظت کمیټې ته پوره صلاحیت ورکړل شوی چې مخه یې ونیسي. مونږ البته چې د غیرقانوني کیندنو مسلې باندې مونږ بار خبره کړی ده او دې باندې زموږ واضح دریځ دی چې مونږ غواړو چې د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي برخه کې یو مشترکه کوششونه وشي، یو مشترکه عمل وشي. فرضاً د محافظت کمیټه کې تاسو وینئ چې د افغانستان امنیتي ارګانونه دي او په هغه سیمو کې چې مونږ مشخصه کړي دي یا کافي معلوماتونه مونږ راټول کړي، په هغه سیمو کې باید اقدامات وشي. فرضاً که مونږ په کومو سیمو کې غواړو سروې وکړو یا هم نظارت وکړو، مونږ امنیتي حمایت ته ضرورت لرو، نو په دې کې دغه میکانیزم په محافظت کمیټه کې جوړ شوی. جلالتما بولسمشر په دې کمیټه کې هغه امنیتي ارګانونه چې هغوی باصلاحیت دي او تصمیم نیونکي دي په دې برخه کې هغوی کولی شي مشترکه توګه معنی قانون پټرولیم وزارت سره د دې معضلې او د دې بحران د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. او اوس مهال مونږ توانېدلی یو چې د دې کمیټې له لارې اکثر هغه سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې کېږي مخه یې ونیسو. البته چې دا یو مشترکه تعهد او مشترک کار ته ضرورت لري تر څو مونږ وکولی شو په هغه سیمو کې چې مونږ ډېرې جدي ستونزې لرو د هغې مخه ونیسو. په کومو سیمو کې چې مونږ لامل شوي یو فرضاً زموږ قراردادونو د نه ورکړې په وجه باندې غیر قانوني کیندنې په دې برخه کې مونږ مکمل حاضر یو چې په هغه سیمو کې چې مونږ منابع ولرو خصوصا په ساختماني موادو کې مونږ قراردادونه ورکړو. اوس مهال مونږ قراردادونو تړلو ته ځکه اماده یو چې مونږ حقوقي چارچوب یا حقوقي چوکاټ جوړ دی، مونږ تګلاره ډېره واضحه ده. همداشان مونږ د صنعي استخراج سکتور د مدیریت لپاره هغه برنامه که پس از این هیچ نماینده مجلس نمایندگان حق ندارد در قراردادهای مادن اینا نقش داشته باشند. یعنی پیش از این نمایندگان نقش داشتند، به چه تعدادی بودند، چه کسانی بودند که در پیمانهای مادن اینا نقش داشتند و سودش را به دست می آوردند به هر شکل و هر عنوانی که بوده؟ هدف اساسی امروز این بوده که ما ایره باید واضح بسازیم که در بخش سکتور صنایع استخراجی در طول سالهای اخیر ما مشکلات جدی داشتیم در بخش های قراردادها، در بخش مداخلات، در بخش سهم قراردادها. شما شاهد بودین که در اکثر انساحات ما مشکلات جدی از بخش داشتیم که اونجا ما می دیدیم که سکتور با چالش مواجه شده بود. و می اساس هدف اساسی امروز کانفرانسی که بس مطرح شدی بوده که هیچ ارگان حکومتی، هیچ فرد حکومتی نمیتونه در بخش و یا هم هیچ فرد پارلمان و یا سایر بخش ها نمیتونه
در بخش سکتور صنایع استخراجی در بخش قراردادها سهیم باشه. افغانستان د اساسي قانون په اساس معنی معدن ملي ثروت ته د ټولې چارې باید د قانون لارې د قانونو د قانون لارې تنظیم شي. په دې کې سیاسي مداخله، په دې کې په سهمونه او په دې کې مشارکتونه باید د یو میکانیزم او همداشان د یو واضح قوانینو په اساس باید پرمخ لاړ شي. تشکر. سپاس از اینکه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه کردین. سپاس از شما.